محبت کرد. آقای مقدم هم که بسیار از شما دست‌های بدون سر که چه سلام گفتم که مهمترین دلیلش این هست که مردم حتما از وضع موجود ناراضی بودن، بنابراین تغییر میخواستن و سمبل این تغییر را هم در نه به رقیب که خوب سالهاست در میدان حضور داره ولی احتمالا پاسخگو نبوده، و در ثانی مردم امید بستن به این کاروان امید. و فکر می‌کنید این مجلسی که الان فعلا هست چه کاری بوده که نتونسته بکنه و مجلس دهم قادر به انجامش خواهد؟ ما در سالهای پیشین شاهد رویه‌ای در قانونگذاری بودیم که به جای این که سرمایه آفرین باشه سرمایه سوز بود. ما در سالهای گذشته رویه‌ای را در قانونگذاری داشتیم که به جای این که موتور توسعه را به حرکت بندازه موتور توسعه را خاموش کرد و حتی موتور توسعه در موارد جام کرد. بنابراین با اصلاح رویکرد قانونگذاری در مجلس هم میتونیم کمک کنیم به امنیت سرمایه گذاری، هم میتونیم کمک بکنیم اینها به جذب سرمایه گذاری، هم میتونیم کمک کنیم اینها به حرکت انداختن چرخ تولید. آقای لاریجانی هستم، به نظرتون چقدر با اصلاح طلب ها در این مجلس همراهی خود. نشون داد اصلاح طلب ها آغوششون باز هست، گارد ندارند و بنابراین با یه بازی برد برد آماده هستند که با رقیب حد اقلی و رفیق حد اکثری وارد تعامل بشن و تفاهم کنن روی اشتراکات و امکان یک مجلس عقلا را فراهم بیارند. بنابراین ما نتیجهش رو گرفتیم. هر کسی ارزش این روش را بدونه میفهمد که در اداره مجلس نیز بایست این ائتلاف حفظ بشه. به همین دلیل ما تلاشمون هست که انشالله این ائتلاف را در طول 4 سال حضور در مجلس نیز حفظ بکنیم. در حوزه اقتصادی به خصوص مجلسی که همراه